حالتان خوب باشه و دلتان دور از بدی های روزگار باشه. بازم خیلی خوش آمدین در یک ویدیو دیگه از من و فرهاد، که فرهاد پشت کامل است و من اجازه میدم اول به فرهاد یک سلام بکنم و بریم سر اصل مطلب که ما میخواییم چی کار کنیم و موضوع ویدیو چی است. امروز من کامرمین هم سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی، دوستان عزیز، خدا کنه درگ باشه و کنار دنیا هستید، حالتان خوب باشه، جانتان جور و بازم خیلی خوش آمدین دیگه. مهتاب جان امروز اینا رو میبینم، چی تصمیم داری؟ همون رو خواهیم که فرهاد جان میدانی خودم در جریان هستی که یک کیک جور کده بودم. بازار ما در استوری انستاگرام گذاشتم، در اونجا خیلی زیاد پرسان کردن که عزیزان پرسان کردن که این کیک در ما ترس تهیه شو بگو یا حتما یک ویدیو برای ما در یوتیوب بان دیگه. ما و تو هم دیگه بعد چند روز که حال احوال من خوش نبود، از یاد من صدای معلومدار هسته دیگه، من به خاطر آب و هوا خیلی حساس هستم، حساسیت من زیاده. برای دوستا مهتاب جان سرما خورده بداره، مریض بشم، شکر دوباره خوب شده. شکر یاد خوبم. باز اینا خواستم که یک دانه ویدیو همراه فرهاد جان با هم دیگه به کمک فرهاد جان که کامرمن هست یک ویدیو بگیرم و به شما خوبان بگم که چی رقم جور بشه. اینا دیگه فرهاد جان بیا اول توضیح بدم. اول خواهی یک دانه کاسه ما نیاز داریم همراه یک میکسر که حرف اصلا میزنه و در اینجی ما آرد داریم، شکر داریم که ما شکر سوخته این قهوه‌ای از استفاده میکنم و روغن و شیر هل خورد شده است. البته خوبی خوب خورد نشده، باز ما همو از قسمت خوب خورد شدهش میدازم. زعفران داریم، یه رمز زعفرانی هستم و سه عدد تخم داریم، پگن پودر داریم و وانیلی. مای خمیره دیگه نه؟ نه مای خمیر نیست، اینا یک پوف دهنده است، یک دیگه شما که دیگه همو چیزش هست دیگه وانیلی. بله دیگه اینا رو مولیم شروع میکنیم با هم دیگه که این چرخ هم جور میشه. در اول شروع کنیم؟ امروز استادی میکنیم دیگه اینا رو من از همینجی میخواییم که در اول همه تخمایش رو بندازم در اینجی شروع کنیم که باز دیگه مزهش و حرف نداره دیگه. عزیزان یک چیز دیگه راستی که مزهش واقعا عالیه، یعنی که خیلی خوبه دیگه. معمولا کیک ها هست خیلی شکر زیاد داره ایسا نه بله. بسیار دادم یک کم بزیره بازی کس خیلی خوب هم تا خوشخور هم هست دیگه، زیاد ضرر هم نداره دقیقا. ولی شما میتونید که در مهمان هایتون در خودتان در اشتکایتان در کل دیگه میتونید که جور کنین، هم خیلی راحت هست هم خیلی آسانه و هم من خدازی بندازم شکر یک پر کنم که نریزه. ما شکر این مزی لیوان تقریبا یک کامل نمیزم و چیزی که ما همراهش منک میزنم اینی هستم، یعنی لیوان اوخوری یه را پر میکنی نه لیوان تقریبا دیگه اینالش این مزی شکر من نخص میندازم تا این شکرش شکر سفید که در بهتره، یعنی ضررش کمتره، ضررش هم کمتر هست، شکر قوی هم فرق میکنم. ما واضح میشه در کیک اینو از استفاده میکنم. این دو سوسیه تخمور و یک گیل شکر بازی خوب میکس میکنیم. در اول خوب میکس کنیم و باز بریم که بقیه چیزایش رو از اول چیز خوب یک دفعه ایره خمی کنیم خوب هایی دیگه هرچی مانه کل دیگه رو نگیره. و یک چیز خیلی یک نکته خیلی مهم بگم خواهم، هیچ وقت در شکر، البته خوشات خیلی خودشون بدانن، در کیکتون هیچ وقت یکی شکرش رو خیلی زیاد نندازن یکی روغن چرا، به خاطر که اون کیک کلا مزهش رو و طعمش از بین میبره. اگه شکرش خیلی زیاد باشه خب 100% خیلی شیرین میشه و دیگه خوردن میشه. و دوم اینکه اگر روغنش خیلی زیاد باشه دیگه حسابی چرب هست، پر از روغن هست و اون مزهش همیشه مثلا از این لیوان از این لیوانای منکیتون که این زی یک شیر بندازین، روغنشو میتونن که نصفه بریزین و شکرشو هم تقریبا به اگر شکر قهوه‌ای باشه که اوکی است، یک لیوان بندازید نه خیلی سرپر باشه هم متوسط دیگه، ولی اگر شکر سفید باشه خود خیلی کمتر بندازید، از خاطر که شکر سفید خب چیزش خیلی بالا است. خب بریم ما هم بزنیم میکس کنیم. Thank you.
میگم اینه کاملا میکس شده ایره در حتی میکس کنه زنگ خوب شکرتون اوشنه از خاطر که باز اگه شکر او نشنه در آخر تو شما قشنگ حس بکنین که شکرتون زنده زنده است یعنی از رنگش مثل کاکاوش نه از خاطر شکرش قهوه‌ای است نه نه رنگش خیلی روشن تره خب اما تو شاید در فیلم اینا نه من چی رو شیره خو من باز شیره چیز استفاده میکنم به خاطر شیره لاکتوز فری در فارسی چی میشه رو گفت نمیرم متاسفانه خب دیگه کسایی که اصلا حساس هست من از شیره دیگه نمیتونه استفاده کنم از شیره استفاده میکنم باز دیگه یک لیوان شیر و روغنش اینا سعی کنن که شما روغنش هم میریزیم روغن آه روغن اینا رو میریزم ولی روغن رو من ببینیم که روغن زیادش هم گفتیم مزهش بد میکنه نه نه شکر خو مزهش بد نه روغن زیاد کلا خو ضرر داره نه قد روغن و یکم کیک آدم دادیس خود دل آدم میزنه نه کمک بخوریم نه روغن زیاد باشه خو سر دل آدم من خودم الان دلگیره بس در وزی میگذار این قدر روغن مندازم امی هم زیاد است خو یعنی نصفه با تقریبا نه یعنی نیم گلاس روغن نیم گلاسش دیگه اینی رو من کمک همه تو شور بدم برای کمک میشونیم دیگه موریم یه نال سراغه چی؟ هیل هم از الان مندازم که هیل چه کمکی سپیر میرسیم؟ هیل دیگه اون دل خواست خواهم ما از اینجا امروی دست خود چون این تمش رو خیلی خوب میکنم یه خواست خیلی زیاد هم نریزنیم و یک قاشق چای خوری ریزه اینی رو خیلی خواهد هیل انداختم و این نال موریم سمت آردم ها یه آردم هایی تدافش میریزیم؟ آرد ما میره خم میدنیم شما میتونین که لیوان منک کنیم بدن یا لیوان من خود تر استک دوزی میچسبه خب من در لیوان میدنیم شما هم دیگه برای تون سخت نباشه یعنی یک لیوان خب یک کنیم لیوان یک کنیم لیوان آردم داله میندازم و سعی میکنم کیک خوده که چقدر مثلا دیگه باز چخص نیاز داری ناله من پاگم پدرش هم میرزم در روشی اگه خواستین الک داشته میتونین الک کنین خب ما یاله الک ندارم در خانه خود با زمین خم میندازم و کیکش خیلی عالی بشه این هم از وانیلیشی کیرم کمکی میکس کنم اول در اول من خود الان فهمیدم که یه چیزش کم است خب آردش همون دو لیوان و نیم آرد بندازین خوب است پس در آخر میبینیم کم ظرف از من رزه به خاطر همون خوب شور بده میره نه پس هم یک رزه نه اولش خوب شور میده اینم از دو لیوان آرد فیکس دو لیوان آرد انداختم اینو اندازه اندازه است دیگه نیاز نیست که به این حالت نه این خب کش میده به همه حد باشه ولی الان من زعفران خودم الان میرزم داخلش دیگه زعفران هر چقدر که خودتون دوست داشته خب بازم دیگه من براتون بگم که هر چیزی خیلی زیادش خوب نیست من این از البته زعفران خود هم همش نمیرزم این خلق میرزم و این دیگه من فقط یک امیت شور بدم و چیز نمی کنم یک امیت کیک زفرانی این رو هم نمی زنم میکس نمی کنم با میکسر این ها دیگه عزیزان اینی و یک چیز دیگه هم که من این ها باز براتون بگم قد که بی
قد کنم تک دخل. خب و ما یا زرفران خود کمک شور دادم قد ازی میکس نکدم و ما یک ازی میوه هایی که چیست نامش دم کنم سیا یه نامش میوه خیلی لذر زک هست ای؟ ما امروز که کیک جور کردم ازی داخل چند دخته بودم میخوام که دقیقا همون کیک جور کنم آموزش شو بدم ولی شما میتونین که ازی یا زردک زردک هم رنده کنین در داخلش بدین بسیار 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 رزدار میشه به خصوص برای بچه های ریزه و مهمان هم که داشته باشه و خیلی شیک خوب هم معلوم میشه دیگه اینم به مقدار هر چیز که خودتون دوست داشتین میتونین که داخل داخلش بندازین میرم یاد میکس میکنین آره من یک دفعه اینتر میکس میکنم ولی اینا رو میکس نکنین فقط شور بدین حالا مثلا غیر از یک قد مال قد میکسر شروع رو شما میتونید خیلی کنم چیز دیگه شروع بدین قاشق چنگال چیزی قاشق چنگال با هر چیزی که تانستین این به همین حالت این ذره شروع بدین خیلی چیز نکنین که کتون بازایم و چی میگه پوفش از بین ماره من اینا لیره کش میکنم شما را میگم که چرا اینا من یک ظرف اینقدر گرفتم در این اندازه اندازش یال برای چند نفره؟ تقریباً این خوب برای خیلی نفر میشه ما شانایی همش خوردم این ها هر چقدر نفر که بخوره میتونه بخوره دیگه بستگی داره کم زیاد کم بخوره زیاد بخوره یا اگر خوش بخوری داخل نفر میرسه این آوت خواست نه تو ده نفرم بس ده ده نفر مثل مطاب یا یک نفر مثل فرمان نه ما و فرهاد خب با هم دیگه اگه مثلا ده خانه که جور میکنیم نه خود میفهمیم از خاطر که من امر خواهم که گفتم شکر و روغنش خیلی زیاد نمید بعد وقتی من ماست هم میریزم باز خیلی مفید و خوشمزه و شکر زیاد نیست خیلی خوشخوره نه دفعه قبل ده یک روزم ایش خوردم نه واقعا خیلی خوشخوره دیگه من را کم اینجوری نمیخوام میکنم که این چیزایی که در یک جایی بود پخش شو یک کمک باز در آخر خودتون میبینید که چرخم پوف کرده و شده آماده که شد خوب و یک چیز دیگه میادتون نده البته من یال از خاطر اینزی میوه هایی رخم میکنم دیگه اگه ازی میوه ها نداشت نیازی نیستی کار رو کنین فقط تنها کار رو که میکنین یعنی وقتی که در هر ظرفی که انداختین یک چند دفعه اینجا روی زمین نیره بکوبین رخم تایید خوب آوار شما هم آوار شما نرمال من داری اوپن نمیخوایم بکنم نرمال من میندازم این خب میکوبم یک چند دفعه اینجوری میکوبم تاش بس خانه خراب نشه دیگه نمیاره این از اون آماده است اینال ماریم قسمت فرک آها ببخشید کنجیت هم اگه خوش داشتین میتونین کنجیت هم دارش بریزین من همیشه کنجیت هم میریزم من قدیس خودم تو میریزم یکم این بادیس خواهیم تو پخش میشه آه دیگه من هم تو خوش شدم دیگه خواهیم تو خودمونی این رخم به مقدار نیاز هر شخص دوست داشته باشم ولی خب شیک دیده میشه خوب دیده میشه و غیر از این میتونین که بعدش چیزای دیگه هم اگه کنجید ننداختین دیگه چیزا رو بندازین خواهی آمده هر کس هر چیزی دوست داشت هر چیز دوست داشت میتونین هر چی که دلتون خواست تک برایش اضافه کنیم گلی ما میرون فیر خود آماده کنیم داخت کنیم باز دیگه قسمت بعدش رو میبینیم نه مطلب جان دکجا رسیم دیر که یک پذیره آماده آماده است یعنی ما چیز خود فیر خود یا داشت خود داخت کردیم در 180 درجه باز دیگه اینا داغ آمده میخواییم که در داخلش بانم ولی حواس ما باشه که هر وقتی که رویش خوب تیره شده کمی تیره ترک شد باز بگیرم یه چوب از یه چوبایی که برای کباب هستن یا برای خلال دندان نمفهم دیگه چوب دندان اگه درست باشه اون رقم از اونا بگیرین در بینش اینجور رقم سیخ کنین و بکشین ببینین که آیا کیفتون آماده هست یا نه باز اون در آخر با هم دیگه میبینیم من یال که اگه میرم در داخل فر تایر گرم کده نه؟ یعنی داشت 180 درجه چند دقیقه میذاری؟ 180 دقیقه دیگه من تقریبا یک 10 دقیقه میرم باز خودم حواسم هست بهش نه تقریبا 10 دقیقه ولی حواس آدم باشه بله هی چک میکنم ببینم که من در چی وضعیت هست آیا رنگش تیره تا قهوه ای تر شده یعنی که اون سفید هست این رو بسته کنیم من یک چای بزنیم خواهد چای هم بخوریم آکی آه چرا که نه خب از همین مالم دارم کیک دیگه دقیقا ما که از رنگ رو خوش میفهمم فکر میکنم پختش اینا رو بیم با هم دیگه در این شکل چیزم بزنیم
میریم و این از چوباکه، این مخصوص چی هست؟ چی میگه کباب چیزایه و برای چوب دندان هم هست، از اونا میتونین استفاده کنین. یه دلاش رو خم میخ میکنین، سعی کنین که بازی تست میکنیش دایی نه؟ هیچ کیک چیز، هیچ چیز خمیری مثل خمیر دایش چسبیده نیست. آه چیز چسبیده ما اندینی نشته نست نه؟ فقط بعضیش این رقم کدوم وقت روی از میوه ها هستن، میوه های رزایی بخوام یعنی میوه که داشته باشن یا میوه های مغزداری که دیگر رقم هست. چوب میزنی یک دفعه چوب داروی میوه میخوره، بس سعی کنین که قشنگ نگاه میوه داره، بس فکر نکنین که خام ممر برین بسوزه، ولی این کیک اینم پخته پخته است، آماده آماده. خب سعی کنین که خوب تو بالا آماده رنگ سعی کنید تستا بله دیگه رنگش خیلی خوب شده دیگه، یک مزه میکنیم تست کنیم ببینیم چی آماده. یکم یخ شد منو فرهاد باید قاش میکنیم، نه و تیکه تیکه مونیم تقسیم تقسیم مونیم، باز دیگه به شما هم نشان میدیم که امو خب چرخم کیکشی آزداخل چرخم هست. باز دیگه یک چند دقیقه میمونیم، ما یک ده دقیقه سرد شوا یخ ترک شوا، باز دیگه با هم دیگه میبینیم که چرخم آزداخل دوستا ویدیو ادامه داره. خب تا فرهاد به ویدیو بگیره کامرامن من وقتی قاش کدم یعنی تیکه تیکه کدم دیگه، وام دل خواست هر کسی هر رقم که دوست داشته کنه. من چارگوش چارگوش کردم دیگه، این آماده است. من میخوام که یک دانش در بیارم و با هم دیگه ببینیم که چی رقم شده. بیار یک تست کنیم مزه کنیم به این حالت دیگه. خیلی خوب بالا آمده، تخته نیامده زیاد دیگه. امیدوارم که شما هم جور کنید به خانه خود و تمش از نزدیک بچشین و ببینید که چقدر خوشمزه است. ما و فرهاد که خیلی خوش داریم و خیلی هم مزه‌دار هست. یار بیار یک مزه کوچیک خوام آمده. من یک دانش اول به فرهاد بدم. اول تو مزه کوچیک. نه شما بخو باز من بخوام. خب من این تیکه دیگه شما بخورم. واقعا خیلی خوب چای داشتین در کنار مهمان داشتین خودتان بودین من خورده بارم گرفتم واقعا خیلی خوب آمده واقعا حرف نداره. خب خوبیش یکی شیرین یه مثلا که یکی آدم از بیرون میخره خیلی شیرین رو نه خیلی شیرین نیست و از خاطر که هم میوه داره داخلش و هم زعفران داره هم هل داره تخم مرغ داره یا اونایش که 100% باید داشته باشه، ولی به خاطر البته که یک زعفرانی خیلی رو میتونه زعفران چقدر بیشتر هم بریزه نه فرام؟ ما دفعه پیش یکم بیشتر رفته بودم این دفعه کم ریختم به خاطر که خودم نمیتونم یعنی چند روز پیش یک زعفرانی خوردم دوباره نمیتونستم زعفران خیلی زیاد بریزم، فقط به خاطر که ویدیو میگرفتم ریختم. با شما میتونید زعفران خود خیلی بیشتر کنید که قشنگ همه کیکتون خوب دیده شو یک زعفرانیه یا زرد زرد به دیگه هلم که مزهش دیگه چند برابر میکنم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و برای شما مفید باشه. یک آموزش خوب برای مهمانایتون درست کنین، برای خودتون درست کنین، در با فامیل بخورین و دیگه ما گفتنی نداریم. فرهادجان تو گفتنی داری؟ سایزیز کیک واقعا خیلی عالیه، خیلی خوشمزه، حتما این را یک بار امتحان کنید. درخواست هم کرده بودم خیلی نه؟ آه دوستا به درخواست دوستا بود. دیگه تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. خدای بزرگ میسپاریم شما را و تا یک ویدیو دیگه خدا یار نگهدار. خدا حافظ شما.